ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حالی داره وارد ایالات متحده میشه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که کشورش در جنگ با روسیه وارد یک فاز حساس و حیاتی شده. آقای زلنسکی قرار هست که روز پنجشنبه هم اینجا در واشنگتن با آقای بایدن و خانم هریس دیدار بکنه و روزنامه واشنگتن پست میگه که آقای زلنسکی با یک طرح پنهانی پیروزی به دیدار آقای بایدن خواهد رفت. در این طرح پیروزی یکی از نکاتی که آمد استفاده از تجهیزات میانبرد و بلندبرد ایالات متحده علیه روسیه است در خاک روسیه، علیه مواضع استراتژیک روسیه و اوکراین مدت هاست که به شکل عمومی داره به ایالات متحده فشار میاره تا در نهایت اجازه بده ایالات متحده که این کشور از این تجهیزات در خاک روسیه استفاده بکنه. ایالات متحده تا اینجا ایستادگی کرده، مایل نیست که وارد یک رویارویی مستقیم با روسیه بشه و پوتین هم بارها در این رابطه هشدار داده و تهدید کرده. با این همه روزنامه واشنگتن پست می نویسه که این اختلافات در حال حاضر منجر به سردرگمی متحدان اروپایی ایالات متحده شده. از طرفی هم اختلافاتی رو در خود دولت بایدن ایجاد کرده. ایالات متحده فکر میکنه که اگر اجازه بده به اوکراین که از ATACMS استفاده بکنه، از این سیستم های هوایی، تغییری در استراتژی این کشور در پیروزی علیه روسیه ایجاد نخواهد شد، تفاوت چندانی ایجاد نخواهد شد اگر که چنین اجازه ای رو هم به اوکراین بدن. اما اوکراین فکر میکنه که اگر چاهای نفت روسیه رو بزنه تأثیر بر اقتصاد روسیه میگذاره و در مجموع میتونن تاکتیک های روسیه در این جنگ رو اونها رو بتونن تحت تأثیر قرار بدن و مختل بکنند. یکی از تحلیلگران اوکراینی در گفتگو با واشنگتن پست گفته که اون چیزی که ایالات متحده فکر میکنه بهانه ای که میاره برای اینکه اجازه نده به اوکراین در استفاده از این تسلیحات، در اوکراین بهش میخندند. متحدان روسیه یعنی جمهوری اسلامی و کره شمالی قاطع ترند تا متحدان اوکراین و این بحث و حدیث ها اینجا در ایالات متحده هم بسیار زیاد هست. دولت بایدن تحت فشار زیادی وجود داره و اوکراینی ها چون پیشتر بارها با محدودیت ها و ممنوعیت های ایالات متحده مواجه شدند، چک و چانه فراوان زدند و بعد چراغ سبز گرفتند، فکر میکنند این بار هم میتونند با فشار بیشتر عمومی، با چک و چانه زدن بیشتر این اجازه را از ایالات متحده بگیرند. از سمت جمهوری خواهان فرزند آقای ترامپ دونالد جونیور هم در دهیل یک مقاله رو نوشته و اونجا راجع به این صحبت میکنه که باید با پوتین صحبت کرد، باید با روسیه وارد مذاکره شد، نباید اجازه استفاده از این تجهیزات به اوکراین داده بشه تا جلوی یک فاجعه بزرگ هسته‌ای گرفته بشه. از این منظر دولت بایدن الان تحت فشار بسیار زیادی هست. آقای زلنسکی که به اینجا میاد به جد دنبال این هست که این اجازه ها را از دولت بایدن بگیره و دولت بایدن هم تا اینجا تونسته مقاومت بکنه. سمیرا قرایی، واشنگتن.